بالاخره رژیم در جنگش با مردم ایران دست به اقدامی زد که از مدت‌ها قبل برایش زمین‌سازی کرده بود و به اصطلاح خیز برداشته بود. رژیم خیلی تلاش کرد که جنگش با مردم و مقاومت ایران رو در فیلترینگ تلگرام لاپوشانی کنه و با سنگ اخلاقیات و یا منافع اقتصادی مردم و با به اصطلاح اقناع و استدلال کارش رو پیش ببره. اما روشنه که کار ولایت فقیه که به این شکل پیش نمیره. ناچار این روی اصلیش رو که میخواست پنهان بکنه آشکار کرد و دست خودش رو در این زمینه به اصطلاح رو کرد. گزارش رو در همین رابطه میبینیم. فیلتر تلگرام پاسخی به قانونگریزی پیامرسان خارجی با دستور قضایی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، وبسایت و اپلیکیشن تلگرام از امروز فیلتر میشه و همه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت مکلفند مسدودسازی رو اعمال کنند. اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک به شورش و آشوب، جمع‌آوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع بیگانگان، انتشار، توزیع و تجارت محتوای مستهجن و گسترش فساد و فحشا، اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی، قاچاق کالا، ارز و مواد مخدر، اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی، کلاهبرداری و جرایم مالی، تبلیغ علیه نظام و هتک حیثیت اشخاص از دلایل مسدود شدن این پیامرسان خارجی اعلام شده. در این دستور قضایی اومده فیلترینگ باید طوری باشه که محتوای تلگرام با هیچ نرم افزاری مثل فیلتر شکن قابل دسترس نباشه. تخلف از اجرای این دستور قضایی تعقیب کیفری به دنبال خواهد داشت. بله، یک نکته رو تلویزیون رژیم تو این گزارشش نگفت که خبرگزاری حکومتی میزان وابسته به قضایی رژیم و به نقل از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران روش تاکید کرده که در حکم مسدود شدن تلگرام بوده و اون اینه که اقدامات گروهک‌های معاند در اختشاشات دیماه 96 و بسیاری از اقدامات ضد امنیتی دیگر از طریق این پیامرسان سازماندهی و هدایت شده است. به گفته ناظران این اظهارات درد بیدرمان نظام از دست مردم ایران و مقاومت آزادی ستانشون در آستانه ضرب العجل آمریکا و یک روز قبل از روز جهانی کارگر رو برملا میکنه کاملا در این بیانیه حکومتی مشهوده. اما جالبه که این اقدام تاثیر محسوسی در کارهای مردم در رابطه با تلگرام نداشت و امروز ما شاهد بودیم که مردم و خبرنگاران سیمای آزادی از شهرهای مختلف تونستن گزارش‌های تصویری خودشون رو در فضای مجازی منتشر کنن یا به سیمای آزادی برسونن. نتیجه این شکست به بحران درونی رژیم دامن زد. به چند نمونه در همین رابطه توجه کنید. آذری جهرمی وزیر ارتباطات رژیم 11 اردیبهشت در پاسخ به سوال خبرنگار در مورد خبر استعفایش گفت نباید اعلام نظرات کارشناسی را استعفا تفسیر کنیم. در مورد فیلترینگ ما بارها اعلام کرده ایم که فیلترینگ تنها راه حل نیست و در مورد چالش های آن نیز نظرات را مستدل و مستند به مراجع مربوطه اعلام کرده ایم. شواهد حاکی از بروز مشکلاتی در فیلتر تلگرام در روسیه نیز هست و ممکن است این گونه مشکلات در ایران هم رخ دهد. در هر حال به نظر می رسد فراتر از بحث امروز باید سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور در مورد رسانه‌های نوین را سریع‌تر به نتیجه رساند تا دیگر شاهد این گونه چالش‌ها نباشیم. سایت حکومتی عصر ایران 11 اردیبهشت هم نوشت آقای روحانی، مردم منتظر موضع‌گیری صریح و شفاف شما درباره تلگرام هستند. نمی‌شود از حق انتخاب مردم در شبکه‌های اجتماعی سخن گفت و در نهایت بعد از فیلتر شدن تلگرام نظری را نفیاً یا ایجاباً در این باره مطرح نکرد. روزنامه حکومتی ابتکار 11 اردیبهشت هم تحت عنوان فیلترینگ تلگرام و چند سوال ساده نوشت تصور می‌کنند با حذف این پیام رسان پیامدهای نامیمون تمام عقب ماندگی‌ها
و بی تدبیری هایشان از بین خواهد رفت. اما غافل از این نکته مهم، حیاتی و کلیدی اند که آب رفته به جوی باز نمی گردد. به نظر می رسد مدیران فرهنگی، مسئولان امر و تصمیم گیران فیلترینگ تلگرام روزهای ممنوعیت استفاده از ویدئو، پارازیت روی شبکه های ماهواره‌ای و فیلتر وبسایت های اینترنتی را فراموش کردند. متصدیان امور باید پاسخ دهند که کدام یک از این سیاست های سلبی، حذفی و امنیتی در حوزه های فرهنگی کارآمد بوده و انتظارات را برآورده کرده است. روزنامه حکومتی شرق 11 اردیبهشت هم در مطلبی با عنوان فرمان فیلتر نوشت: باید در نظر داشت که همین چند روز پیش بود که تلگرام در روسیه هم با دستور مقامات فیلتر و خبرهای آن همه جا منتشر شد. اما آنگونه که از روسیه خبر آمد، تلاش روسها برای از دسترس خارج کردن کامل تلگرام به جایی نرسید. بله، صرف نظر از شکست رژیم در فیلترینگ و بستن تلگرام، در شبکه‌های اجتماعی سوال‌های دیگری هم مطرح شده. از جمله این که مثلا گفتن آیا تصور می‌شود با حذف شبکه‌های اجتماعی آمار فقر و گورخوابی و بیکاری و حاشیه نشینی و رکود و گرانی و تعطیلی کارخونه‌ها و کودکان خیابانی در جامعه کم خواهد شد؟ اینجا وزیر ماست به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. مشخصا مخالف فیلتر شدن هستم. وقتی تلگرام الان داره سالم و صحیح داره کار میکنه، چه حد مثلا چیزیه که آدم بخواد عوض کنه؟ حالا از خبر گرفتن و احوال پرسی و همه اینها و از همه اینها گذشته، من یه شغلی دارم که به تلگرام وصله. یعنی اگر تلگرام فیلتر بشه، من شغلمو از دست میدم. الان خیلی از مردم با تلگرام کار میکنن، خیلی از منبع درآمدا. اگر این تلگرامو قطع بکنن، خیلی بیکاری به وجود میاد. با ممنوع کردن و فیلتر کردن چیز درست نمیشه، چون راه دور زدن زیاده. از زمانی که کوچیک بودیم ویدیو بود، ویدیو رو زیر بغل میذاشتن، یه چهار تا پتو پیچیدن جا میکردن. البته این عرصه است که خب در ابتدا ممکنه یه مشکلات کوچولویی به همراه داشته باشه. ما نیاز به یک مدت گذری و یک زمان گذری داشته باشیم. ما فکر میکنیم حد اکثر ظرف چند ماه. تلگرام داری شما؟ نه، من داشتم، یه ماه پیش پاک کردم. یک ماه پیش پاک کردی؟ چرا؟ پاک کردم به جایش پیام‌رسان ملی سروش ریختم. چرا؟ تلگرام خارجی بود و فیلتر میشد و الان شد دوربینه دیدی اینجوری داری صحبت میکنی یا واقعا نظرت همینه؟ تا این لحظه هم تو که عرض کردم هنوز تصمیم قاطعی گرفته نشده. نه، من دوست ندارم این وریا مال خودمون که یه جوره محرم ما هم بدونن که چیکار میکنم، بدونم ما داریم چیکار میکنم، دوست ندارم. بازار باز باشه، حق انتخاب داشته باشم، آپشن اینو ببینم، آپشن اونم ببینم و خودم آزادانه انتخاب کنم. ولی اینی که به من نوعی آزادی نمیدن، حق نمیدن که من وسیله مورد استفادم رو انتخاب کنم، این حال آدم رو بد میکنه. نکته پایانی اگه بخواید بگید. حالم به هم میخوره از اینا. از کدوم ها؟ از این دولت. چرا؟ میشه اینو که نمیخواییم پخش کنیم. از اینی که دلار امروز 5800، سکه 1,900,000 امروز، و ما مشکلمون اینه که چرا تلگرام داریم. آخه این زندگیه؟ آخه اصلا یعنی چی؟